و ما خبر آخر نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 18 محرم سال 1445 قمری برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سؤالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این جلسه علمی فرمودند احتمام معصومین علیه و السلام به مردم آنچنان بود که وقتی برخی از ایشان از دنیا می رفتن نه برای زندگی شخص خود بلکه برای رسیدگی به امور مردم مدیون بودند. معظم الله در ادامه فرمودند چند مورد در روایات آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و امیر المؤمنین صلوات الله علیه از نظر شرعی هیچ ارسی از خود به جا نگذاشتند چرا که دیونشان بیش از آن مقداری بود که ملک داشتند و در مورد پیامبر اکرم روایت دارد که امیر طی هفت سال وقتی به حج تشریف می بردن می گفتن که در منا اعلام کنند که چه کسی از پیامبر طلب دارد که از من طلب خود را دریافت کند ایشان همچنین در رابطه با روایاتی که در خصوص همین موضوع در رابطه با امیر نقل شده فرمودند ظاهرا امیر المؤمنین 700 هزار مدیون بودند 700 هزار اگر دینار بوده یعنی به قیمت 700 گوسفند و باید دید 700 هزار گوسفند چقدر می شود اگر هم درهم بوده معادل هفتاد هزار گوسفند بوده است آیت الله عزمای شیرازی بر این نکته تاکید کردند مدیون شدن امیرالمؤمنین با اینکه کل اموال حکومت در دستشان بود اتفاق افتاده و این مدیون بودن برای زندگی شخصی امیرالمؤمنین نبود و روایت دارد که امام حسن علیه السلام پس از شهادت امیرالمؤمنین به زحمت افتادند و دیون ایشان را به تدریج پرداخت کردند با هم فرمایشات آیت الله شیرازی را ببینیم و بشنویم بله من دین مقدمه دین مقدمه چند تا که تو روایات داره یکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و یکی علی. امیر المؤمنین صلوات الله علیه اینا از نظر شرعی ارث هیچی نداشتن چرا چون دیونشون بیش از اون مقداری بود که ملک داشتن اما پیغمبر صلی الله علیه و آله که روایت داره هفت سال حضرت امین صلوات الله علیه حج تشریف می بردن و در منا میگفتن گفتن اعلان کنن کی از پیغمبر طلب داره بیاد از من بگیره و دیگونی امیر المومنین هم که روایت داره ظاهرن هفتصد هزار مدیون بودن با اینکه کل اموال حکومت دستشون میمد مدیون برای زندگی شخصشون هم نبودن و هفتصد هزار اون روز اگر دینار بوده یعنی به قیمت 700 هزار گوسفند چقدر میشه اگر هم درهم بوده معادل هفتاد هزار گوسفنده که روایت داره امام حسن علیه السلام تو زحمت افتادن مدتهای خرد خورده, دینای پیغمبر امیر المومنین صلوات الله علیه و ده.